سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه امید که جور و صحتمند باشین جایی که شما سابسکرایب مونین و ما هم برای شما هر روز ویدیو پست مونم از داخترین خبرها در دا این ویدیو چند تا خبر خلاصه کوتاه بعضیا درباره بیتورین پرسیدن درباره چیلیز و همچنین یک توضیح خلاصه درباره فعالیت های جدید ریپل درباره سیمون درباره دوچ کوین و همچنین درباره ان اف آرت فایننس و چند تا خبر دیگه هم در بازار ارزهای دیجیتال قبل از اینکه روی خبر بریم اگر جدید هستید در کانال یوتیوب تا حالا کانال یوتیوب سابسکرایب نکردی خیلی خوشحال میشم کانال یوتیوب سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنین تا هر بار ما یک ویدیوی جدید آپلود کردم شما اولین شخصی باشین ویدیو رو ببینین و ویدیو را هم یک لایک بدین برای الگوریتم یوتیوب بیتورین کدام خبر فاندامنتال کدام رویداد جدیدی نداره در حال حاضر من شبکی تویتر ویب سایتشان چک کنم جز اینکه در تویتر های متوالی پشت سر هم تویتر مونن که یعنی بیتورین تا را پام کنه. یعنی و همچنین آقای جاستنسون بنیانگذار یا مدیر ترون هم, هم, هم همی تویتر درباره باره بیتورین بعض وقت در تویترش می نویسه. و خبر بعدی که ایکومی در حال حاضر تعداد کسانی که اپلیکیشن را استفاده منه بیش از 150 هزار نفر یا 15 هزار نفر رسیده برای کالکسون های NFT و خبر بعدی درباره چیلیز هم کدام خبر جدید خاص نیست جز این که خب چیلیز با کمپانی های ورزشی خیلی زیاد کار مونه این شب هم که فکر باش فوتبال چمپیونز لیگ اینا هستن و باشگاه فوتبال اروپا لیگ و در خصوص نفتی های از های بعضی هایشان وجود داره یک کدام خبر معامله کدام بروز رسانی یا رویداد جدیدی از چیلیس هم نیسته و بعدش درباره ریپل ریپلی که واقعا هر روز در حال گستریش هست هر روز در حال رشد هستن با بانک های زیاد در دور دنیا جهانی هر روز قراردادهای کاریشان را می‌بنده شروع به کار مونه امر که همه ما شما خبر داریم یک ریپل یک سیستم یک سیستم پرداخت پول هسته جای سویفت کد و به زودی یک روز جای سویفت کد خواهد شد و در حال حاضرم که پروندهشان در در دادگاه آمریکا گیر هسته و دادگاه بعدیش هم فکر کنم در ماه جولای هستن ببینید که خیلی به یعن قید که ریپل دادگار علیه دادگاه یعنی علیه هم میبره برنده موشه بعضی هم میگه که دادگاه دادگاه آمریکا خب دلیل اینا هسته که دو تا مثلا بحثی که بین دادگاه آمریکا دادگاه بهادر آمریکا و ریپل قرار داره این که اونا در این عقیده هستند که ریپل وقتی در بازار آمده به با عنوان یک به عنوان یک ارز دیجیتال نمیده به عنوان یک کمپنی مثلا غیر مستقیم آمده که اونا از اینا شکایت دارن که در سیستمشان نیست ولی او سیستمی که اونا دارن در قانون محاکمه آمریکا در بخش در بخش مالی او قانون مال عین از سالهای فکرنم 19 31 اینا هسته که اون وقت اصلا ارز دیجیتال وجود نداشته و تا جاهایی که معلوم میشه فکرنم ریپل دادگاه را برنده میشه برنده شده پس دوباره در بازار بیایه ما همیالم ارز ریپل دارم و بازم هر روز کوشش منم بیشتر داشته باشم و از فرصتایی که گیر میه بیشتر خرید کنم دیگه ببینیم چی میشه و همچنین اه، اه، البته من توییترش اینجا یا کلا خبرش در روی وبسایت برای شما ندارم بایننس از ماه جون از ماه جون یعنی بازار NFT شخصی خودشان را راه اندازی میکنه کلا مارکت پلیس خودشان را و اینکه فکر یک بازار خیلی دا خواهد شد چرا چون خود تراکنش و همچنین سرعت کار خود بلاکچین بایننس خیلی سریع هستن خیلی سریع و اینکه یکی از رقیب های از رقیب های ایتریوم در حال حاضر است ایتریوم هم درباره ایتریوم هم خبرای خوب برای شما دارم و همچنین ایتریوم بانک مرکزی یکی از بانک های بزرگ سرمایه گذاری اروپا کارشان را قرارداد یا همین معاملهشان شان را با ایتریوم شروع کرده چیزی به اندازه ی 121 میلیون دیجیتال سرمایه و چیزی که باعث شده ایتریوم را طی فقط 24 ساعت گذشته 7 درصد افزایش بده و 15.7 درصد طی 7 روز گذشته و این خبر عمومی و علنی اعلان شده اتریوم که چند وقت پیش هم من برای شما گفتم واقعا هر روز مخصوصا در حال حاضر درباره اتریوم در هم در توییتر هم در یوتیوب از از تریدرها سرمایه‌گذارها خیلی صحبت های زیادی شنیده میشه و صحبت های مثبت و اینکه پیش بینی های مختلف قیمت دارن بین 5 تا ده هزار دلار و بعدش آقای ایلان ماسک دوباره دوچکوین یک مقدار دوباره شور داد دوچ کوین گفتن که ایلون ماسک دوباره دوچ کوین یعنی قیمتش روش داد یا دوباره تازه کرد در بین آل کوین ها و چیزی که واقعا هم باعث شدن چیزی هم که چیزی که واقعا باعث شدن دوچ کوین قیمتش افزایش بده و قبلا هم که امروز پیشم برای شما اعلان کردم که آقای ایلون ماسک در 8 ماه می در ساتردی ساتر نایت لایف لایف شب شب شنبه در یک شبکه در یک شبکه سرگرمی در آمریکا هستن و اونجا قرار آقای الون ماسک لایف باشه بره لایف بره و قبلا هم در ویدیو دیروزی هم برای شما گفتم گفتم میتونه دوچ کوین پام کنه و همین توییتر امروزش هم باعث شد یک مقدار دوچ کوین در قیمتش افزایش بده که طی دیر... دیروز فیکنم دیروز بودن یا حوالای اینا تقریبا 27 دلار 27 سنت نا بود 26 27 سنت در حال حاضر 30 سنت هستن و همچنین دستموز یا درآمد ماینر های دوچ کوین خیلی افزایش افزایشی افزایش یافته یعنی 4500 درصد این سال افزایش داشته و تا یک همین هفته گذشته 3 میلیون دلار چیزی خیلی زیاد هستن و خبر بعدی درباره سیمون سیمون در کجا در... میشه ای فکر کنم نایجریا میشه درسته نایجریا میشه کجا میشه اونجا در یک در یک کمپانی بلاک به اسم بورسی افسیال اونجا وارد شده یا لند کرده آمده بعد خبر بعدی که صرافی های زیادی به در صرافی های زیادی به سیمون لیست خواهد شد و همچنین ای توییتر آقای بایننس اینا باز دوباره اینجا تکرار کردن که چند وقت پیش هم برای شما گفتم که خود بایننس و همچنین آقای شانپینگ شانپینگ چیه اعلان کرده بود که اگر ارز دیجیتال تعداد استفاده کننده خیلی زیاد داشته باشه ما برای لیست نیم که سیمون در حال حاضر به یک میلیون و چار ست هزار نفر رسیده بعد اگر بریم در کامنت ها فقط بایننس و مدیر بایننس همه جای بایننس و مدیر بایننس تک شده و اینکه خب اینا رو که نمیتونه اینام نادیده بگیره دیگه خب این همه تویتر که اینا تک کردن فکرنم به زودی لیست میشه یک میلیون چار هزار نفر در حال حاضر یک میلیون چار هزار نفر سیب مون داره و قیمتش هم کمی تازه دوباره حرکت کرده خوب شده امیدوار هستم که از این بیشتر رشد کنه خبرهای بیشتری در راه هسته اینکه سیمون در صرافی های زیاد لیست نه و خبر بعدی درباره NFT Art Finance آره دیگه یک اشاره چون آب NFT افتر ویدیو در حال حاضر 250 هزار نفر 250 هزار نفر همین توکن دارن و همچنین یک توضیح خلاصه هم در تویترشان نوش... در توییترشان نوشته که NFT آرد یک توکن یک توکن ابزاری هسته و ما هم در حال کار کردن روی نقشه ما هستیم و همچنین به زودترین وقت خبرهای بزرگ یعنی پارتینر قراردادهای کاری با کمپنی ها با ببینی کمپنی شخص مستقیم اندویدویل هسته ببینیم چه چی چیزهایی خواهد آمد بیرون در حال کار کردن هسته و همچنین اینجا برای ما گفته گفتن this, uh, this is a long term project with a team. و یک پروژه طولانی هسته با یک تیم آموزش داده و uh, همچنین تیم با آره دیگه با معلومات بالا و آموزش مثلا دیدیکیت تیم ما مثلا میگیم یک تیم در آمیانش در فارسی میشه آموزش دیده و همچنین پلتفرمش کانسپتش ان هایشی چیزهای زیاد در راه هسته امیر که در توییتر شان نوشته. و ما هم تا جایی که درباره از این توکن میشناسم و نظر میتونه توکن خوب شونه و گفته با ما باشین و خبرهای زیاد در راه هسته و در حال حاضر روی کوین کیگو لیست شده که قبلا نبوده. در حال حاضر الان روی کوین کیگو هم لچه در قبلا روی کوین مارکت کپ بود در کوین کیگو نبود و همچنین قیمتش هم که در حال حاضر میبینین که اصلا هیچ چیزی نیست دیگه اول خاطر در شروعش بودیم ما اندازه یک هزار دلار رفتم خریدم در حال حاضر روی هم هستم روی سودم رفتیم برای فکر برای یک شوانه روز مو یک هزار دلارم تا دو هزار هفتصد شد من نفروختم نفروختم میخوایم برای طولانی نگه دارم دیگه امیدوار هستم که بیتنه یک توکین خوب شنه انتظارات ما رو برآورده کنه دیگه اینی بود از ویدیوی امروز امیدوار هستم که از ویدیو خوشتان آماده بوده باشه بوده ویدیو رو یک لایک بدین تا حالا کانال یوتیوب سابسکرایب نکردین کانال سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن آل فعال کنین نظری پیشنهاد انتقاد هر چیزی دارین در کامنت برای بنویسین تا ویدیوی بعد وقتتون خوش خدا نگهدار